همراه میشیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. آقای غیبی، بیشتر درباره این طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین و همینطور تاثیر اون در رفع ناترازی توضیح میدید برامون لطفا؟ بله، وقتی به فرمولی که قرار تغییرات بنزینی شروع بشه و انجام بشه نگاه میکنیم و به سابقه این موضوع اگر یک نگاه بکنیم، میشه گفت این طرح دولت نیست، فراتر از دولت طرح حاکمیت است. ببینید، همین آقای پزشکیان زمانی که نماینده مجلس بود بر همین طرح پرداخت بنزین یا سهمیه بنزین به همه افراد تاکید کرده بود و یک مصاحبه مفصلی هم روی اون انجام داده بود. در ایام انتخابات بعد از اون و هرچه جلوتر آمدیم و در نهایت همین دو روز پیش مجدداً تاکید کرد که قرار یارانه‌ای پرداخت بشه، باید به همه افراد پرداخت بشه. بنابراین به باور من و به خانش من از این اتفاقات اینه که پزشکیان مجری سیاست‌های کلی نظام در حوزه بنزین هست که قبل از دولت جدیدش، حتی در زمان دولت رئیسی، تدوین شده بود و اجراش به ایشون رسیده. این فرمولی هم که شما گفتید در نهایت میتواند تا مدتی ناترازی رو کنترل بکنه، اما فراموش نکنیم در اقتصاد ایران به واسطه غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها، مخصوصا قیمت ارز، ممکنه حتی در 3-4 ماه بعد از اون به یک باره با انفجار قیمت ارز دوباره همین ارزان بودن بنزین نسبت به سایر کالاها رخ بده و اصلاحی که میخوان انجام بدن بلا اثر بشه و مجددا همین اتفاقات در اقتصاد رخ بده، چون مشکل به صورت ریشه حل نخواهد شد. ولی علی ای حال دولت تنها راهی که به ذهنش میرسه اون هم بحث افزایش قیمت هست که ظاهرا به صورت جدی در دستور کار قرار داده، نشانه هاش هم در رفتار و برنامه های دولت دیده میشه، مخصوصا برای بودجه سال آینده که در بودجه ارز مورد نیاز و بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین رو به شدت کاهش داده. ظاهرا این افزایش قیمت فقط محدود به گاز و برق و بنزین نیست، الان سوخت هواپیما هم در خبری که داشتیم قراره افزایش پیدا بکنه. این دامنه گسترده گرانی سوخت چه تصویری از روزهای پیش رو به ما میده؟ خب در گام نخست اینجوری باید دیدش که ما مشکلمون فقط در حوزه بنزین نیست، تمامی حوزه ها ناترازی داره بیداد میکنه و دولت عاجز و ناتوان هست از اینکه بخواد اونها رو برطرف بکنه. بنابراین مصوبه میدهد برای افزایش قیمت برق، قیمت گاز، قیمت بنزین رو در دستور کار قرار میده. در شرایطی که ما خب ایرلاین های داخلی تحریم شدن، خود جمهوری اسلامی هم با افزایش قیمت سوخت یک تحریم، یعنی یه خود تحریمی جدید ایجاد میکنه و عملا هم مسافران خارجی هم مسافران داخلی امکان استفاده از پروازها رو در سفرهای خودشون از دست میدن. همین نکته اشاره کرده رئیس سازمان هواپیمایی، گفته 10 برابر خواهد شد قیمت بلیط هواپیما. بنابراین میشه اینجوری پیش بینی کرد که ناترازی ها در نهایت فقط با افزایش قیمت قرار کنترل بشه و اون هم فشار مضاعف خواهد آورد بر مردم. ممنونم از توضیحات شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.